پیشبازی منچستر سیتی رئال مادرید. رکورد دست نیافتنی لوا 14.12 قهرمانی. آنچلوتی: با پنالتی ها فکر نمی کنم، می توانیم برنده شویم. استوری جنجالی رونالدو و شایعه جدایی از النصر. پپ: این مهمترین بازی زمان حضورم در سیتی است. اینتر 1-0. پرچم ایتالیا در استانبول آبی و سیاه خواهد بود. رقابت مسی و امبپه برای یک جایزه انفرادی. اعلام نامزدهای جایزه بازیکن سال لیگ یک فرانسه. کیلین امبپه برای دریافت جایزه بهترین بازیکن سال لیگ یک فرانسه با همتیمی خود لیلن مسی رقابت خواهد کرد. کیلین امبپه شانس این را دارد تا برای چهارمین سال متوالی جایزه بهترین بازیکن فصل لیگ یک فرانسه را دریافت کند. او در حال حاضر با 26 گل زده در صدر جدول گلزنان قرار دارد و موثرترین بازیکن پاری سن ژرمن در راه کسب قهرمانی به شمار می‌رود. کاپیتان تیم ملی فرانسه برای دریافت جایزه بهترین بازیکن فصل 4 رقیب دارد. جدیدترین رقیب امبپه همتیمی سرشناسی او لیونل مسی است. ستاره آرژانتینی پی اس جی که با تیم ملی کشورش قهرمان جام جهانی قطر شد، فصل چندان موفقی در لیگ یک فرانسه نداشت، اما با واسطه شهرتی که دارد حضورش در لیست 5 نفره نهایی خیلی عجیب به نظر نمی رسد. مسی بعد از غلبه بر امبپه در فینال جام جهانی 2022 موفق شد. این ستاره فرانسوی را در مسیر کسب بهترین بازیکن سال فیفا دی بیس 2022 نیز شکست دهد. به نظر می رسد اما برای دریافت جایزه UNFP شانس امبپه بیشتر باشد. شعار عجیب در جشن قهرمانی بارسا: وینیسیوس بمیر. شعارهای عجیب در جشن قهرمانی بارسلونا در لالیگا علیه وینیسیوس جونیور ستاره رئال مادرید سر داده شد. پیروزی بارسلونا برابر اسپانیول و کسب 3 امتیاز این بازی به معنای قطع شدن زود هنگام قهرمانی این تیم در رقابت‌های لالیگا بود. هواداران این تیم پس از پایان این بازی به خیابان‌های شهر بارسلونا آمدند تا جشن قهرمانی را برپا کنند و تا پاسی از شب در خیابان‌ها حضور داشتند تا نشان دهند که کسب اولین عنوان قهرمانی پس از فصل 2018-19 بر آنها بسیار ارزشمند بوده است. اما اتفاقی که در این جشن در اطراف ورزشگاه نوکمپ رخ داد باعث تعجب و ناراحتی بسیار از فوتبال دوستان و خصوصا هواداران رئال مادرید شده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که دهی از هواداران بارسا در حالی که فریاد وینیسیوس به میر سر دادند، مشغول خوشحالی و پایکوبی به مناسبت قهرمانی تیم محبوبشان هستند. این ستاره برزیلی در طول این فصل بارها هدف حملات نجات پرستان تیم‌های مختلف قرار گرفته و هر شکایت در این زمینه در لالیگا به ثبت رسیده که یک از آنها هم مربوط به دیدار رئال برابر بارسلونا در ورزشگاه نوکمپ در 19 ماه مارچ است. اتلتیکو مادرید، وایادولید، مایورکا و اوساسونا هم دیگر تیم‌هایی هستند که شکایت‌های علیه آنها به دلیل توهین نژاد پرستانه هوادارانشان به وینی مطرح شده است. پپ: این مهمترین بازی از زمان حضورم در سیتی است. همه چیزمان را برای پیروزی می‌دهیم. پپ گواردیولا معتقد است بازی پیش رو برابر رئال مادرید مهمترین بازی است که از زمان حضورش روی نیمکت سیتی پیش رو داشتند. رئال مادرید و منچستر سیتی بازی برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان را برگزار خواهند کرد. بازی رفت هفته قبل با تساوی 1-1 به اتمام رسید و سرنوشت تیم فینالیست در اتحاد مشخص خواهد شد. پپ گواردیولا در نشست خبری بازی برگشت با رئال مادرید گفت: فکر میکنم هواداران سیتی لیگ قهرمانان را پذیرفتند و از آن بیش از گذشته استقبال میکنند. بلیط‌های بازی پیش رو همه به فروش رفته و ما سعی خواهیم کرد با ارائه یک بازی خوب آنها را راضی به خانه بفرستیم. تکمیل میراث بزرگ گواردیولا در یک ماه پیش رو با فتح سگانه: میراث من در حال حاضر استثنایی است. در اینجا برای بارها این را گفتم، ما احمق نیستیم و میدونیم بازی فردا چقدر مهم است، شاید مهمترین از زمانی که اینجا بودم. من به بازیکنانم میگویم زندگی کنید و از لحظات لذت ببرید. حالا همه چیز در دست ماست و به ما بستگی دارد. لازم نیست کار استثنایی انجام دهیم، باید خودمان باشیم و همه چیزمان را برای پیروزی بدهیم. احساس باور نکردنی نسبت به تیم دارم. هر اتفاقی بیفتد از بازیکنانم متشکرم که ما را دوباره به اینجا رساندند. رکورد دست نیافتنی لوا 14.12 قهرمانی. رابرت لوندوفسکی ستاره لهستانی بارسلونا رکورد عجیبی را در 14 فصل اخیر به نام خود ثبت کرده است. لوندوفسکی تابستان سال گذشته از بایر مونیخ جدا شد تا پیراهن بارسلونا در فصل 2022-23 را بر تن کند.
او در طول دوران حضورش در بایرن مونیخ به تمام افتخارات ممکن دست پیدا کرد و به این تیم کمک کرد تا رکورد قهرمانی های متوالی در بوندسلیگا را حفظ کند و در لیگ قهرمانان اروپا هم جام قهرمانی را بالای سر ببرد. این بازیکن لهستانی حالا موفق شده که در اولین فصل حضورش در نوکمپ هم به بارسا کمک کند که برای اولین بار پس از فصل 2018-19 جام قهرمانی لالیگا را با خود به خانه ببرد. بدین ترتیب این لواندوفسکی موفق شد رکورد جذابی را در کارنامه فوتبالیش پس سر برساند. او حالا در طول 14 فصل که در فوتبال حرفه‌ای حضور داشته تنها دو بار موفق نشده جام قهرمانی را بالای سر ببرد و به نایب قهرمانی رضایت داده است. او در سال 2010 در پونزان لهستان قهرمان شد و سپس به دورتموند رفت که در سالهای 2011 و 2012 هم با این تیم فاتح بوندسلیگا شد. اما بایرن مونیخ اجازه حفظ این روند را به آنها نداد و دورتموند در سالهای 2013 و 2014 نایب قهرمان شد و لوا هم در همان سال به بایرن مونیخ پیوست و از آن زمان تا به امروز در تمام فصلها جام قهرمانی را به دست آورده تا رکورد جذابی را به ثبت رسانده باشد. آنچلوتی: با پنالتی ها فکر نمی کنم، می توانیم برنده شویم. کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید در آستانه دیدار با منچستر سیتی در لیگ قهرمانان گفت به تیمش ایمان دارد و معتقد است رئال به فینال تورنمنت را خواهد یافت. آنچلوتی در نشست مطبوعاتی پیش از مسابقه بزرگ که در سالن کنفرانس های ورزشگاه اتحاد برگزار شد از هیجان و انگیزه بالای تیمش برای صعود به فینال گفت. سرمربی رئال مادرید اشاره کرد که تیمش کار سختی دارد ولی می داند که تا رسیدن به موفقیت تاریخی فاصله اندکی دارد و با تمام وجود برای موفقیت تلاش خواهد کرد. کارلتو گفت اعتقاد دارد که تیمش به پیروزی خواهد رسید و با کشیده شدن کار به ضربات پنالتی فکر نخواهد کرد. برنامه آنچلوتی برای بازی پیش رو: برنامه ما همان برنامه معمول است. برنامه این است که چه از نظر فردی و چه در کل تیم بهترین عملکرد را به نمایش بگذاریم. معتقدم امشب بهتر از بازی رفت می توانیم این برنامه را پیاده کنیم. بررسی آن بازی به ما کمک کرد تیم بهتری بشویم و امشب با این ذهنیت تلاش خواهیم کرد. احتمال کشیده شدن بازی به ضربات پنالتی: من به این فکر نمی کنم. اگر به ضربات پنالتی برسیم، واقعیت این است که تمرین کردن برای پنالتی چندان کمکی نمی کند. چون جو استادیوم با جو جلسه تمرینی خیلی فرق دارد. ولی ما به این فکر می کنیم که بازی را ببریم تا کار به پنالتی کشیدن نشود. استوری جنجالی رونالدو و شایعه جدایی از النصر: افکار شما بر روحیه تأثیر می گذارد. انتشار یک استوری مبهم از سوی کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی النصر عربستان، در شبکه‌های اجتماعی جنجال به پا کرد. کریستیانو رونالدو در جنوری گذشته و پس از فسخ قراردادش با یونایتد به النصر عربستان پیوست، اما دوران خوبی را با این تیم سپری نمی کند. اما در شرایطی که النصر شانس قهرمانی در سوپر کپ عربستان و جام پادشاهی این کشور را از دست داده و در لیگ حرفه‌ای روشن نیز با اختلاف 5 امتیازی نسبت به الاتحاد در رتبه دوم قرار دارد، رونالدو استوری عجیبی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. او در این استوری بدون مشخص کردن مخاطب خود نوشت: تمام افکار شما بر روحیه شما تأثیر می‌گذارد. این پیام در شهر تصویر رونالدو منتشر شده که شایعات پیرامون جدایی و از النصر در تابستان آینده وجود دارد. پیشبازی منچستر سیتی رئال مادرید: رئال مادرید برای رسیدن به یک فینال اروپایی دیگر باید با حریفی رقابت کند که در 18 بازی خانگی اخیرش نباخته است و آخرین شکست آن هم به 22 بازی قبل برمیگردد. منچستر سیتی در یک بازی اروپایی پذیرای رئال مادرید است. سیتیزن ها برای جشن گرفتن قهرمانی لیگ برتر به تنها یک بار در 3 بازی باقی مانده نیاز دارند. بنابراین این بار تمام تمرکز آنها معطوف به لیگ قهرمانان اروپا است. آنها در دور رفت به نتیجه بهتر از تساوی 1-1 در مادرید دست نیافتند. ولی این یعنی آنها تا 18 بازی اخیر خود در مجموع رقابت ها فقط 2 بار موفق به کسب پیروزی نشدند. ناگفته نماند که تیم پپ گواردیولا هر 15 بازی خانگی اخیر خود در سال 2023 را با پیروزی پشت سر گذاشته است. رئال مادرید با کسب تنها 3 پیروزی از 6 بازی اخیرش ثبات چندانی از خود نشان نداده است. البته یکی از همان بارها به قهرمانی آنها در کوپا دل ری منجر شد. شاگردان کارلو آنچلوتی پس از قهرمانی بارسلونا در لالیگا حالا انگیزه بیشتری برای موفقیت در عرصه اروپایی و از بین بردن تلخی قهرمانی تیم رقیب دارند. نکات آماری مسابقه منچستر سیتی و رئال مادرید: منچستر سیتی فقط 1 مورد از 5 تقابل اخیرش با رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا را باخته است، 3 برد و 1 تساوی. این در حالی است که آنها قبل از ورود گواردیولا در 4 تقابل ابتدایی خود با لس بلانکوس در این مسابقات برد کسب نکرده بودند، 2 تساوی و 2 شکست. رئال مادرید در 4 حضور قبلی خود در خانه منچستر سیتی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا برد کسب نکرده است، 2 تساوی و 2 شکست. در واقع 2 بازی اخیر آنها در این ورزشگاه به شکست منجر شد.